قبلا فکر کنم من در همین تریبون به شما پاسخ دادم که افزایش قیمت قانونی نبوده، باید بررسی بشه که آیا اشتباه نرم افزاری بوده یا خطای شخصی بوده. دیروز من با وزیر سمت صحبت کردم، امروز مدیر عامل ایران خودرو چون عمدی قیمت رو بدون هماهنگی افزایش دادن امروز تعویض میشن و فکر میکنم گفتن آقای علی آبادی مدیر عامل ایران خودرو میشن که مبنا بودن. اگر دیروز من شنیدم که این اتفاق میفته، مدیر عامل سایپا هم مسئله خاصی نداشته، بر اثر شکایت مشتریا بوده و یه حکم 6 ماهه ممنوع خروجی بوده و بر اثر شکایت مشتریا بوده. به هر حال همان گونه که ملاحظه فرمودید بررسی شد، اون گرانی دلیلی نداشت و تصمیم درست هم وزیر محترم سمت در این زمینه گرفتن. و به هر حال مسئله خودرو از موضوعاتی که ما قطعا بیش از به هر حال اون چیزی که الان هست باید روش متمرکز بشیم. هم اشتغال زیادی به خودرو پیوند خورده، توی قطع سازی ها اشتغال های زیادی بهش پیوند خورده، هم به هر حال بازاری هستش که تأثیرش رو قیمت های دیگه بسیار زیاده. این موضوعات هم در دولت بحث شده و تمرکز بیشتری وزارت سمت بر مسئله خودرو خواهد داشت، هرچند که غالب سهام اینا هم سهام های خصوصی هست. و یکی از مسائل هم که ما واقعا تو بحث واگذاری داریم خوردی با تردید نگاه میکنیم، تو این دو صنعت میتونستیم همه رو واگذار بکنیم، این که واقعا یه مسئله ملیه و از جمله صنایعی هستن که شاید یه زمان و ایجاد زیرساخت مناسب برای واگذاری کامل خصوصی سازی نیاز دارن. یه زیرساخت های بنیادینی باید درست بشه که بتونن تو چارچوب های ملی تأثیرشون به هر حال چون زیاد هست بشه قابل کنترل بشه.